من یک صحنه زیبایی از یک جوان این امت دیدم. خوبه که اینو اینجا بیان بکنم. جوانی در بالاخره میدان اعلای کلمت الله و در میدان ترویج دین سیلی میخوره. دوستش میگه من او را شروع کردم به دلداری دادن، تسلا دادن، که این برخورد با تو خیلی زننده بود، نباید این سیلی رو میخوردی. و کار بدی شد، برخورد زننده ای با تو شد. میگه من داشتم اونو تسلا میدادم. یک مرتبه این جوان گفت نه والله قسم این سیلی بزرگترین سرمایه برای منه. من این سیلی رو میتونم در روزی در پیشگاه خدا حاضر بکنم که تاجی بر سر هیچ پادشاهی نیست و لباس فاخرانی بر تن هیچ متکبری نیست و ثروتی در دست هیچ ثروتمند نیست و همه انسانیت لخت مادرزاد از قبرها بلند میشن. روزی که هیچ کس رو نمیتونه نفع بده، یک صفیه لواء الحمد بیدی یوم القیامه، اون روزی که لواء حمد در دست رسول ما هست، نبی ما هست، من پشت اون صفی بیستم با این سیلی که یکی با سر بریده ایستاده مثل حسین، یکی با دست بریده ایستاده مثل جعفر، یکی با قلب و جگر درآمده ایستاده مثل حمزه سید الشهدا، یکی در اون صف ایستاده مثل سمیه، یکی ایستاده مادر چهار شهید مثل خنسا. منم بتونم با این سیلی در پیشگاه خدا بیستم و بگم یا الله چیز دیگه ای نداشتم، تنها چیزی که تونستم در میدان اعلای کلمت الله و احیای دین نصارت کنم یک سیلی بود. این رو از من بپذیر. اون روزی که دامادهای شب اول عروسی مثل حنظله لباس دامادی رو برای خدا کفن میکنن و با خون شهادت از قبرها بلند میشن، داماده اما شیرین ترین لحظات زندگی خودش رو، ماه عسل خودش رو برای خدا فدا کرده. اون روزی که حنظله با لباسی میاد که با خون شهادت رنگین شده و فضای میدان محشر رو معطر میکنه، منم جلوی خدا بیام و بگم یا الله برای تو یک سیلی آوردم. وقتی که ما امت به اینجا رسیدیم یعنی چی؟ یعنی شهادت در راه خدا برای ما آرمان شد. جنساری و جفاکشی در میدان اعلای کلمت الله و احیای دین برای ما هویت شد. به خدای محمد قسم نه نتانیاهوی وجود داره، نه اوبامای وجود داره و همه تارهای عنکبوتی یهود و نصارا رو الله پاش پاش میکنه. الله الله الله.